نمیتونی بکشیش، حتی اگه بخوای، حتی اگه با تفنگ بزنیش یا بجوشونیش، منجمدش کنی، تو خلاء ولش کنی یا بندازیش وسط تشعشع مرگبار. تاردیگرید ها یا همون خرس آبی معروف موجودیه که همه ی دانشمندا رو گیج کرده و هر چیزی که علم در مورد مردن میدونه رو به راحتی رد میکنه. یه چیزی تو بدن این مخلوق عجیب وجود داره که باعث میشه نه فقط تو دمای منفی 270 درجه زنده بمونه، بلکه از فشار 400 برابر جو زمین و تشعشعات مرگبار فضایی هم جون سالم به در ببره. حتی با سرعت 900 متر بر ثانیه به شلیک کردن و بازم زنده موند و حالا ناسا تصمیم گرفته اونو به فضا بفرسته. چرا؟ چون باور داره ممکنه کلید زنده موندن انسان توی فضا دست همین موجود کوچولوی کله شق باشه. داستان این موجود عجیب از قرن 18 شروع میشه، ولی ممکنه آینده بشریت رو تغییر بده و چیزی که این ماجرا رو عجیب تر میکنه اینه که ما تازه هنوز اول راهیم. داستان این قهرمان کوچک از 3 قرن پیش شروع میشه. سال 1773 یه زیستشناس آلمانی به اسم یوهان آگوست داشت با میکروسکوپش ور میرفت که یهو یه موجود عجیب رو دید. نه مثل باکتریا بود، نه مثل بقیه میکروارگانیسم ها. یه موجود چاق و چروکیده با 8 پایی که نوکشون چنگک داشت، با یه دهن لوله‌ای بامزه. داشت روی یه تیکه جلبک راه میرفت، نه شنا میکرد نه میلغزید، خیلی کند راه میرفت. آگوست که عاشق شده بود اسمشو گذاشت خرس آبی، چون هم چاقالو بود هم یه جورایی بانمک و خب حق داشت. این اسم حتی بعد از 300 سال هنوز روش مونده. فقط 3 سال بعدش یه کشیش زیستشناس ایتالیایی به اسم لازارو اسم رسمی تری بهش داد، تاردیگرید، یعنی راه رونده کند. تا اینجا با یه موجود عجیب و کنجکاو طرفیم، ولی در مورد قدرتش هیچ چیزی نمیدونیم. تا سال 1840 یک دانشمند فرانسوی به نام لویی دور اومد این کوچولوها رو زیر نور میکروسکوپ بررسی کرد و متوجه شد که نور لامپ داره باعث میشه محیط مرطوبشون خشک بشه و این اتفاق یه کشف شگفت انگیز رو به ما نشون داد. تاردیگرید ها کم کم کند شدن، بعد کامل وایستادن و بعد ناپدید شدن. دور اول فکر کرد مردن و اون ذرات سیاه روی اسلاید بقایاشونه، ولی وقتی بهشون دوباره آب داد ناباورانه دید دوباره زنده شدن. اینجا بود که فهمید تاردیگرید ها یه قدرت مخفی دارن، میتونن خودشون رو خشک کنن، برن توی یه حالت مثل مرده ها و بعد با یه قطره آب زنده بشن. این حالت به اسم تون معروف شد، مثل یه زامبی میکروسکوپی با متابولیسمی که تقریبا صفر میشه و میتونه ماها یا حتی سالها دووم بیاره. دانشمندا اسم این حالت عجیب رو گذاشتن کریپتوبیوز، یعنی زندگی پنهان. توی این حالت نه قلبی میزنه، نه سلولی تقسیم میشه، نه انرژی مصرف میشه. یه مکس کامل در زمان، درست مثل دکمه پاز روی زندگی. خب حالا اگه بخواد یه موجود خودش رو خشک بکنه، باید یه راهی پیدا بکنه تا سلول‌هاش از هم نپاشن، به خاطر اینکه وقتی آب از سلول خارج میشه همه چی میتونه فرو بریزه، پروتئین، دی ان ای، غشا، همه چیز. اما تاردیگرید یه حقه داره. سال 2017 یه تیم از دانشگاه کارولینای شمالی به رهبری دکتر توماس بوسبی کشف کردن که تاردیگرید ها موقع خشک شدن شروع میکنن به ساختن یه سری پروتئین خاص به اسم TDP. این پروتئین‌ها ساختار مشخصی ندارن. توی حالت عادی آزادن، ولی وقتی استرس زیاد میشه خشک میشن و توی سلول مثل یه شیشه محافظ دور همه چیز میپیچن. این پروتئین‌ها تبدیل به یه لایه ژل مانند میشن که از پروتئین‌های اصلی، آنزیم‌ها، دی ان ای و کل ساختار سلول محافظت میکنن. اما نکته جالب اینجاست، این فقط یه فرضیه ساده نیست. محقق‌ها اومدن ژن‌های سازنده این پروتئین‌ها رو وارد مخمرها و باکتری‌ها کردن، ارگانیسم هایی که نمیتونن خشکی رو تحمل بکنن، و نتیجه چی شد؟ اینکه با همون TDP ها همین ها تونستن زنده بمونن و زندگی خودشون ادامه بدن. جالبه بدونی که TDP ها تنها سربازای این میدون نیستن. 2 سال بعد در سال 2019 یه پروتئین دیگه کشف شد به اسم CAHS، یه جور پروتئین ژله‌ای که حتی وقتی حرارت بالا میره هم نمیذاره ساختار سلول فرو بریزه. ترکیب TDP ها و CAHS ها باعث میشه تاردیگرید نه تنها خشکی رو تحمل کنه، بلکه از گرمای شدید هم جون سالم به در ببره. دانشمندا میگن این پروتئین ها میتونن به درد ذخیره سازی واکسن ها و داروها بخورن. خشک شدن یه چیزه، ولی تشعشع این دیگه سطح بعدیه. تشعشعات یونیزه کننده مثل اشعه گاما میتونن دی ان ای رو مستقیم تیکه پاره کنن. برای انسان یه دوز حدود 50 گری کافیه تا فقط در چند روز از پا در بیاد، اما تاردیگرید میتونه تا 4000 گری رو تحمل کنه. 4000! دانشمندان بیکار ننشستن. سال 2024
محققان دانشگاه کارولینای شمالی اومدن یه گونه خیلی سرسخت از این تاردیگریت ها رو انتخاب کردن و آزمایش کردن تا ببینن که اگر اونها رو تحت یک تشعشع خیلی شدید قرار بدیم با یک دوز بسیار بالا، آیا میتونن جون سالم به در ببرن؟ نتیجه شگفت انگیزه. اونا دیدن که برخلاف ما تاردیگرید اصلا نمیذاره دی ان ایش پاره بشه. به جای اون پروتئینی میسازه به اسم دیساب. این پروتئین خودش رو دور دی ان ای میپیچه و مثل یه سپر دفاعی ضربه تشعشع رو جذب میکنه. توی سلولهایی که دیساب فعال بود شکست دی ان ای خیلی کمتر شد. اما این آخر ماجرا نبود. دانشمندای ژاپنی تصمیم گرفتن ببینن اگه ژن دیساب رو توی سلول انسانی بذارن چی میشه. توی یه آزمایش سلول‌های کلیه انسان رو وادار کردن دیساب بسازن. نتیجه میزان آسیب تشعشع 40% کمتر شد و این فقط یه پروتئین بود. محققای UNC بعدن یه پروتئین دیگه هم کشف کردن به اسم TRD1 که مثل چسب موقتی دو سر پاره کروموزوم رو به هم نگه می‌داشت تا بدن فرصت ترمیم داشته باشه. یعنی این موجود کوچولو نه تنها میتونه زنده بمونه بلکه میتونه خودش رو تعمیر بکنه. این ویژگی به چه درد ما میخوره؟ برای انسان خیلی مهمه. برای جلوگیری از پیری یا اینکه بتونیم در برابر تشعشعات مرگبار جون سالم به در ببریم توی فضا. و اگه فکر میکنه همه اینا تخیله و خیلی طول میکشه تا این کارها رو انجام بدیم و آزمایش‌هاشو بررسی بکنیم، باید بیای بخش بعدی. ولی این فقط اول راهه. ناسا برنامه‌های فضایی بزرگی داره. قرار ایستگاه دائمی روی ماه ساخته بشه، بعدش مریخ و بعد شاید سیارات دیگه. همه اینا یعنی انسان باید برای زندگی در فضا آماده بشه، جایی که پر از تشعشعات مرگباره. فعلا دانشمندا دنبال ساخت نوعی میدان مغناطیسی مصنوعی هستن که دور پایگاه‌ها ایجاد بشه و جلوی تشعشعات رو بگیره. ولی اون فقط وقتی کار می‌کنه که فضانورد توی پایگاه باشه. حالا تصور کن اگه بشه این پروتئین‌ها مثل دیساب و TRD1 رو به صورت طبیعی توی بدن انسان فعال کرد. حتی وقتی از پایگاه خارج میشیم هم بدن ما بتونه از خودش محافظت کنه. این یه فانتزی علمی نیست. این حالا توی آزمایشگاه‌ها داره واقعی میشه. حالا که می‌دونیم تاردیگرید‌ها این همه زنده موندنی هستن، یه سوال طبیعی پیش میاد. اگه اینا رو بفرستیم فضا، اونجا چی میشه؟ خب، ناسا دقیقاً همین کارو کرد. توی یکی از جالب‌ترین پروژه‌هاش به اسم سل ساینس 4 یه گروه از این خرس‌های آبی رو فرستادن به ایستگاه فضایی بین‌المللی. هدفشون چی بود؟ بررسی اینکه این موجودات ریز توی شرایط بی‌وزنی و تشعشعات فضایی چه جوری رفتار می‌کنن. ولی موضوع فقط بقا نبود. دانشمندای ناسا می‌خواستن بدونن دقیقاً چه ژن‌هایی توی تاردیگرید فعال میشن وقتی با محیط فضا مواجه میشن. یعنی دنبال این بودن ببینن که آیا میشه از مکانیسم دفاعی این موجودات الگو برداری کرد و شاید یه روز اونها رو توی بدن انسان هم فعال کرد. پروژه سل ساینس 4 بررسی میکرد که وقتی یه تاردیگرید در فضا با استرس مواجه میشه، آیا همون پروتئین‌های محافظ مثل TDPs و CAHS فعال میشن یا نه؟ نتایج اولیه نشون میده که حتی توی فضا هم این سیستم دفاعی به طرز عجیبی فعال باقی میمونه. تاردیگرید فقط یه موجود بامزه نیست. این کوچولو الان روی ایستگاه فضاییه، داره آزمایش میده و شاید همین الان داره به ما یاد میده چه جوری توی مریخ زنده بمونیم. و اگه قرار روزی سفرهای میان ستاره‌ای بخوایم، شاید یه نسخه مینیاتوری از اون همین حالا تو مدار زمین داره راز بقای ما رو فاش میکنه.